با تداوم فشار و وضع محدودیت‌های طالبان علیه شیعیان افغانستان، این گروه در تازه‌ترین اقدامات دستور جمع‌آوری کتاب‌های درسی فقه جعفری را از مدارس استان بامیان صادر کردند. از سوی دیگر هم گفته می‌شود طالبان در تلاش هستند که فعالیت تلویزیون خصوصی تمدن، حوزه علمیه خاتم‌النبیین و دانشگاه خاتم‌النبیین را در کابل متوقف کنند. همکارم در رابطه با آخرین اقدام‌های طالبان بر علیه شیعیان افغانستان گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. محدودیت‌های گروه طالبان از زمان تسلط دوباره این گروه بر افغانستان علیه شیعیان در این کشور ادامه دارد و اکنون به نظر می‌رسد که ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. این گروه در تازه ترین اقدامات علیه شیعیان افغانستان دستور جمع‌آوری کتاب‌های درسی فقه جعفری را از مدارس استان بامیان را صادر کرده و در تلاش هستند که فعالیت تلویزیون خصوصی تمدن، حوزه علمیه خاتم‌النبیین و دانشگاه خاتم‌النبیین را در کابل متوقف کنند. بر اساس اسنادی که در دسترس رسانه ها قرار گرفته، ریاست آموزش و پرورش بامیان تحت کنترل طالبان دستور داده است که کتاب های درسی فقه جعفری از مدارس این استان جمع آوری شود. از سوی دیگر طالبان این روزها در تلاش هستند که پخش تلویزیون خصوصی تمدن و فعالیت حوزه علمیه خاتم‌النبیین و دانشگاه خاتم‌النبیین را در کابل متوقف کنند. گفتنی است طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای نسبت به حقوق و آزادی‌های شیعیان این کشور وضع کردند. این گروه در اولین روزهای تسلط خود بر افغانستان به شماری از مناطق شیعه نشین افغانستان هجوم برده و ده‌ها غیر نظامی شیعه هزاره را در استانهای دایکندی، غور و سرپل تیرباران کردند. علاوه بر اینکه طالبان در دهه محرم سال گذشته محدودیت‌های گسترده برای عزاداری شیعیان افغانستان در استانهای مختلف این کشور وضع کردند و نیروهای این گروه در کابل و شماری از استانها با عزاداران برخورد خشونت‌آمیز داشتند. از جمله در استان غزنی بر اثر تیراندازی نیروهای طالبان به سوی عزاداران در روز عاشورا دست کم 4 نفر از جمله 1 کودک 12 ساله جان باخته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. محدودیت ها علیه شیعیان افغانستان در حالی وضع شده است که این گروه تا کنون به هیچ کدام از خواسته های شیعیان در زمینه تأمین امنیت و دسترسی به حقوقشان پاسخ ندادند. شورای علمای شیعه افغانستان چندی پیش اعلام کرد که آنها بارها خواسته های شیعیان افغانستان را با طالبان در میان گذاشتند، اما این گروه تا کنون به هیچ کدام از این خواسته ها توجه نکرده و پاسخ ندادند. برای بحث بیشتر در این مورد ساعتی پیش گفتگوی کوتاهی داشتم با محمد الهام، فعال رسانه از فرانکفورت آلمان، و از ایشان در مورد پیامدها و ابعاد فشار و محدودیت‌های تازه طالبان در مورد فقه جعفری و همچنین مسدود شدن تلویزیون تمدن پرسیدم. با هم پاسخ محمد الهام را بشنویم. همانطور که در بخشی از گزارش همکار شما هم اشاره شد، در طی 3 سال اخیر و پس از حاکمیت دوباره گروه طالبان در افغانستان، وضع محدودیت و اعمال فشار علیه شیعیان و هزاره ها در افغانستان صورت گرفته و متاسفانه فشارها در ابعاد گوناگونی هم بوده، از کوچ اجباری گرفته تا غصب زمین و دارایی‌ها و اموال شیعیان و هزاره ها. به تازگی جمع‌آوری کتب و مضامین مربوط فقه جعفری در استان بامیان هم که نمونه ای از تلاش طالبان برای وضع محدودیت‌های بیشتر و در ابعاد گوناگون دیگر علیه شیعیان محسوب میشه.
تلاش طالبان برای توقف و مسدود نمودن رسانه به نام تمدن هم بخشی از تلاش های گروه طالبان برای مسدود سازی رسانه و وضع محدودیت و سانسور رسانه ها و آزادی بیان تلقی می شود. می دانیم که در گذشته و در اکنون رسانه های افغانستان و رسانه های آزاد افغانستان به عنوان چشم و گوش مردم عمل کرده و پل ارتباطی بوده، اما با مسدود سازی رسانه ها وضع محدودیت و وضع آزادی بیان و سانسور و خفنمودن صدای مردم باعث از این میشه که هر گونه فجایعی و وقایعی که در گوشه گوشه افغانستان اتفاق بیفته از چشم و دید مردم و جهانیان پنهان بماند.